فکر نمی کنید که این رأی های عدم اعتماد مکرری که داره مجلس میده به این وزرای علوم که معرفی میشن، این مقدار سبد رأی اکثر مجلسی هایی که اصولگرا هستن دوره بعد انتخابات تحت تاثیر قرار بده؟ ما سابقا هم این کشمکش ها رو بین دو قوه داشتیم، هم در دولت های خاتمی ما وقتی وزیر راه رو استیضاح کردیم، بله، یکی دو نوبت ایشون اومد، یا آدمایی که به لحاظ شاخص های مدیریتی ضعیفتر از آقای خرم بودن رو معرفی کردن، مجلس برخورد کرد و پیغام داد، گفت اگر بنا باشه این کار ادامه پیدا کنه ما سر مسائل اصولیمون کوتاه نمیایم. هیچ وقت هم تو مسائل سلیقه‌های سیاسی دخالتی نداشتیم، چون من خاطرم میاد همون موقع برای وزارت رفاه آقای دکتر شریف صادقان معرفی شد که ایشون اصلا شورای مرکزی حزب مشارکت بود اون موقع و مجلس بهش رأی داد. یعنی حساسیت های سیاسی رو به هیچ وجه اون موقع مجلس نداشت، الان هم نداره، ولی یه خطوط قرمزی هست که مجلس بدون ملاحظه به اینکه حالا بناست مثلا رأی بعدی اینها چجوری بشه، آیا مثلا تو این صحنه منجر بشه به اینکه رأیشون کم بشه یا زیاد بشه، واقعا از حقوق مردم و از ارزش‌ها و اصول انقلاب کوتاه نمیان. مجلس، من بی تردید دارم عرض میکنم، اهل مداهنه نیستم، مجلس هفتم، هشتم و نهم انصافا جز مجالس بسیار خوبی هستند که از این جهت در جهت حفظ ارزش‌ها و توجه به دغدغه‌های اصولی مردم، وضعیت معیشتیشون، مسائل اقتصادیشون، مسائل بین الملل، در حفظ عزت کشور و شرف کشور و اینها تمام قد ایستادن. یعنی رمز این موفقیت اصولگراها تو این سه دوره هفتم، هشتم، نهم رو همین، من فکر می‌کنم مردم این صداقت رو دیدن از مجموعه دوستانی که خدمتگزار بودن تو مجالس، و به دولت هم پیغام داده شد که اگر شما واقعا بنا دارید هی افرادی رو معرفی کنید که رأی نیارن و مجلس رو به چالش بکشید، از این جهت خیالتون راحت باشه که نماینده ها دغدغه این چیزا رو ندارن، و اگر بحث بنا به تعامل هست بالاخره شما دارید میبینید رأی عمومی رو. یعنی همین مورد اخیر، خب ما به دوستان های روحانی هم پیغام دادیم، به خود ایشون هم، آقای دکتر لاریجانی و دوستان دیگه هم صحبت کردن، و اعتراض ما هم این هست که ما اگر به قبلی ها اعتراض داشتیم به خاطر اثرپذیری از یک حلقه ای بود که از ناحیه اصلاح طلبان تون روح وزارت علوم مدیریت می شدن و کار اونو انجام می دادن، حالا شما اونا رو گذاشتید کنار، رفتید از توی اون حلقه ی آدم آوردید، و چجوری توقع دارید که این مجلس به این فرد رأی بده؟ بالاخره این تو اون جلسات هفتگی و نشست ها و طراحی سیاست های وزارت علوم نقش کلیدی داشته، نقش اصلی داشته. نه برخلاف گذشته من فکر نمی کنم که ایشون کاندیدای اصلی نباشه، ولی کاندیدای اصلی که نه با شعار اعتدال سازگاری داره، نه با شعار تعامل بین قوا سازگاری داره، نه با شعار خدای روحانی که میگه من فرزند مجلسم، میفهمم مجلس رو، درک میکنم، همراهی میکنم، با هیچ کدوم از این تعاملات اینا سازگاری نداره. البته من خیلی خودم امیدوارم به این که واقعا آقای روحانی با این به اصطلاح برآوردی که از مجلس میکنه بتونه به یه تصمیم عاقلانه تری برسه و پیشنهاد رو عوض بکنه. یعنی در تعامل با مثلا فرض بگیریم مثلا با آقای دکتر حداد، با آقای دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش، با آقای دکتر لاریجانی، با آقای دکتر جلالی، بالاخره مؤثرین مجلس اونجا هستن، لااقل رأی اینا رو استمزاج بکنن، جلسه بذارن، تفاهم بکنن. ما داشتیم در سابق هم، ببینید اگه ما بر حقوقمون تأکید بکنیم، یعنی دولت بگه من این حقوق رو دارم، مجلس بگه من این حقوق رو دارم، من دارم به شما عرض میکنم بر مبنای اصول قانون اساسی مجلس اشراف به دولت داره، یعنی مجلس دست بالا رو داره در رأی اعتماد دادن، در استیضاح کردن، در سوال کردن، در تذکر دادن، در رصد کردن اتفاقاتی که داره میفته. درسته قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور و اعضاییت دولت هست، ولی همه اینها مشروعیتشون و همه بساب ظرفیت اجرایشون رو دارن از مجلس میگیرن. این اصرار بر حقوق به جایی نمیرسه، یعنی کشور نفعی نمیبره، مردم نفعی نمیبرن، و چون
برای مسائل کلی کشور. بالاخره ما الان هم مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، هم مسائل هسته‌ای پیش رومون هست. فارغ از اینکه نتیجه چی بشه، ما باید متحد عمل کنیم، ما باید نشون وحدت بدیم برای نمایش نه بعد ما بیرونی. خواستم کلا همین جلسه حالا جدا از تمام سوگیرها هی جلسه تشکیل بشه، یه وقت وسیعی از خود آقای رئیس جمهور، یه وقت وسیعی از مجلس گرفته میشه، بعدش آخرش دوباره روز از نو، روزی از نو. نتیجه میشه... از قبل معلومه، میشه تدبیری کرد. یعنی شما، من تردید ندارم، حالا لازم نیست که علنی و رسانه‌ای بکنید، برید از نماینده‌ها بپرسید، بگید این چند تا رأی میاره، با 10 تا رأی بالاتر پایین‌تر همون رأی رو میاره. یعنی اون 79 تا رأی که آقای نیلی آورد، قبلش دوستان گفته بودن ایشون 80 تا 100 تا رأی میاره، گفته بودن به دولتی ها، یعنی دوستان دولت هم مطلع بودن. هنوز هم هیئت رئیسه به دلیل رأی که نیاز داره از نماینده ها بگیره، ناچاره که مراعات نظر نماینده ها رو بکنه به صورت عمومی و کلی، ولی اعمال نظرم میکنن، گاهی خارج از اختیارات آیین نامه و اینا اظهار نظر میکنن. دلیلش اینه که تریبونشون باز دائم و میتونن راحت حرف بزنن دیگه، یعنی بقیه باید اجازه بگیرن تریبونشون باز بشه حرف بزنن، اونا نیاز به این اجازه ندارن، از همونجا راحت میتونن حرف بزنن و حرفاشون هم مؤثره. گاهی ریاست جلسه یه نظری رو میده، بالاخره یه جمع قابل توجهی اعتنا میکنن و خود این روی رأی مثلا ترکیب رأی اونا تأثیر میگذاره. بعد برای همین بود که اون دفعه در مورد رأی اعتماد وزیر علوم بود، گفتیم نظر آقای لاریجانی چیز هستش مخالف و اینها، ایشون هم گفت شما رجال الغیب میدونید، یعنی تایید کردن تکذیب نکردن. بله ایشون، من چون ببینید وقتی یه کسی معرفی میشه، شما یه دوری تو مجلس بزنید واقعا دستتون میاد که چه جوری هست و اینا. من دیدم دوستان همه گلای من بودن، یعنی ما ها توقع نداشتیم که مثلا با ما مشورت بشه یا حتی به ما اطلاع داده بشه. بالاخره اختیارات قوه مجریه است در معرفی وزیر و بعد از اینکه معرفی شد ما وظیفه داریم پیگیری کنیم. فرصت هم کوتاه، ولی در همون فرصت کوتاه به اندازه کافی اطلاعات دست افراد میاد، چون آدم های به اصطلاح بی سابقه ای که معرفی نمیشن، حتی اگر افراد دست دوم معرفی بشن بالاخره یه سابقه مدیریتی و اجرایی دارن. منتها دوستانی که همراهی کردن، ببینید در بحث استیضاح آقای فرجی دانا، انصافا آقای دکتر لاریجانی از خودش خیلی مایه گذاشت، یعنی خلاف آیین نامه بعضی حرفا رو زد و گفت مثلا شما اگر قول بدید این دو سه نفر رو عوض کنید آسمون به زمین نمیاد، یعنی همراهی کرد که اگه آقای فرجی دانا کوتاه بیاد مثلا مجلس هم بهشون رأی بده و به استیضاح رأی نده و اینا. انصاف نبود که یه رئیس قوه‌ای که این هم از خودش داره هزینه میکنه در معرفی مثلا وزیر پیشنهادی بعدی، حتی ایشون رو در جریان هم نگذاشتن که آقا ما میخوایم فلانی رو معرفی کنیم مثلا چه جوری هست نیست و اینا. گلای من بودن دوستان، یعنی همه، همین مورد اخیرم هم اینجوری، یعنی همین هم من اینم فکر نمیکنید رأی بیاره؟ نه فکر نمیکنم رأی بیاره، فکر نمیکنم به اندازه قبلی رأی بیاره. حتما 11ام رو کارام اقتصادیش رو چطور ارزیابی میکنه؟ تا حالا چند تا نامم ظاهرا برای آقای دکتر روحانی نوشتیم. بله بله ما مکاتبه داشتیم. ببینید ما گلایه اصلیمون از دولت های روحانی اینه که ما در این جنگ هسته‌ای که با نظام های قدرت بین المللی داریم، یعنی بالاخره اونا نمیخوان که ما در این حوزه ها هیچ کاری، و همه بندها رو هم به پای ما بستن برای اینکه ما نتونیم هیچ پیشرفتی داشته باشیم. تو این فضا وقتی اقتصاد مقاومتی ابلاغ میشه، مفهومش اینه که دولت قبول داشته باشه یا نداشته باشه، وزرا و مدیران اجرایی کشور این رویکرد رو قبول داشته باشن یا نداشته باشن، باید تو این چارچوب عمل کنن، یعنی باید همه همتشون رو به خرج بدن که چرخای تولید این کشور فعالتر از قبل بچرخه، تندتر از قبل بچرخه. من اصلا کاری به این آمار و ارقام مربوط به رکود و رونق و بیکاری و اینا مثلا اینا رو نمیخوام، اینا رو مردم خودشون حس میکنن. آقای روحانی یه تعبیر قشنگی تو دوران انتخابات داشت، میگفت که مردم تورم از جیب خودشون حس میکنن، لازم نیست ما خیلی بهشون بگیم که
چقدره. الان هم واقعا ما اعتقادمون به اینه که از این نگاه تجاری و امید بستن به این که بعد از طریق رفع تحریم ها و این توافقنامه هسته‌ای و اینا بتونیم مشکلات اقتصادی کشور رو حل کنیم، این یه بیراهه و یک سرابی است که دارن دولت رو میبرن. حتی به فرض که این اتفاق بیفته، ما حداقلش اینه که یک سال کشور رو معطل نگه داشتیم به امید این که بخواد یک جای کلید بخوره و مشکلات اقتصادی کشور حل شه. یعنی دولت باید نگاهش رو تغییر بده، باید اعتنا کنه به مردم، یعنی باید از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنه. ببینید دولت یه تجربه‌ای کرد سر خود انصرافی، سر بحث یارانه‌ها، متأ آسیب شناسی نکرد که چرا مردم اعتماد نکردن. شهار فکر می‌کرد آقای هاشمی رأی نیاره؟ من قبل از اینها به جنبندی رسیده بودم نسبت به اینکه اقبال عمومی به ایشون کم شده. دلیلش هم این بود که مجموعه متصل به ایشون واقعا مطالبات مردم رو تعقیب نمی‌کرد.